زندگی چوبک آبی است که از شرق وجود به سوی مغرب آن در سفر است. کشتیم کاغذی و بی لنگر، بندانم به کجا می‌دارد از هم. بازم شما را خوش آمدید میگم به ادامه برنامه گلبانگ و تشکری میکنم از همکار نهایت عزیزم که در بخش قبلی برنامه در خدمت شما بود. و در این بخش از برنامه ما افتخار حضور استاد یما علیزاده، یکی از قهرمانان خیلی خوب رشته ورزشی MMA را با خود داریم و همچنان مزمل نیازی، یک نوجوان ورزشکار، یک نوجوانی که قهرمانی های زیادی در رشته ورزشی MMA دارد را با همچنان با خود داریم و بیشتر در مورد فعالیت های ورزشی ایشان صحبت می داشته باشیم. قبل از همه سلام، صبحتان بخیر جناب استاد، خوش آمدین. علیکم سلام، صبح شما همچنان بخیر. سلام عرض ادب خدمت تمام بیننده های تلویزیون یک و یک سلام خاص حضور خود شما. بخیر سلامت باشین. مزمل جان خودتان خوش آمدین. خوش باشید. سلام عرض ادب خدمت شما. علیکم سلام، سلامت باشید استاد. بین صحبت ها را با خودتان آغاز کنیم. صبح چگونه آغاز کردین ورزش کردین امروز یا خیر؟ بله، صبح در تمرین بودیم چون که از ما تشناقات های تمرینی است و شاگرده هم با فایترهای خارجی فایت دارد نمی هفته بخیر. ماشاءالله صبح تصمیم قطع و تمرین خود خلاص کردم آمدیم با برنامه شدیم. استاد بیاین یک مقدار در مورد خودتان بر ما بیشتر معلومات بتین. مطمئن هستم با نامتان، با چهرهتان، با دستاوردهایتان هموطنان ما بالخصوص جامعه ورزشی افغانستان آشنایی کامل دارن، اما دوست دارم باز هم یک معلومات بیشتر از شما داشته باشم. من مدت 24 سال میشه ورزش میکنم، رشته مختلف کار کردیم. در حوال رشته من رشته کشتی بودم، پهلوانی. مدت در رشته پهلوانی بودم، دستاوردهای کمی بیش داریم. بعدا رو به رشته کیک بوکسینگ آوردیم. رشته کیک بوکسینگ کار میکنیم. پیش استاد اجمل فروجی که فلحال خارج از کشور است، در کشور استرالیا زندگی میکنه. بعدا از او مدت در کیک بوکس بودیم، دستاوردهای کمی بیش در کیک بوکس داریم. بعدا که رشته مبارزات آزاد یا فری فایت در افغانستان آمد، بنیادگذار رشته آیسپ عبدالواسی قیومی استاد بنده می باشه، رو به رشته مبارزات آزاد آوردیم. دیگه فعالیت های خوبی داشتیم، مسابقه های کم بیش در آماتور و در پروفشنالش داشتیم، دستاورده های خوبی داشتیم. دیگه بعدا آیست آیست رو به مربیگری آوردیم که مدت 14 الی 15 سال میشه من مربی هستیم. مربی هستیم. جناب استاد، جدا از اینکه مربی هستیم، خودتان هم فایت میکنین یا خیر؟ سال گذشته یک فایت با یکی از فایترهای پاکستان داشتم که مدت دو ماه قرنطینه بودیم. دیگه بدبختانه بگویم با یک مشکلاتی که بود مسابقه ما کنسل شد. بله جناب استاد، انشالله که صحبت های دیگر هم می داشته باشیم در مورد دستاوردهای ورزشیتان، اما حالا میریم طرف مزمل جان. مزمل جان، خودت بر ما بیشتر بگو که چند سال شده خودت در رشته ورزشی MMA فعالیت میکنی و چقدر دستاورد داری؟ مدت دو سال میشه ما تحت نظر استاد یما علیزاده تمرین میکنم. ماشاءالله تا فعلا 12 مسابقه کردیم که الحمدلله کل شد. نام خدا، 12 مسابقه دادی. در کدام وزن، در کدام کاتگوری خودت مسابقه میتی؟ در وزن 38 کیلو. در وزن 38 کیلو در سازمان های مختلف دیگه؟ بله. تمام مسابقات در داخل افغانستان بود یا بیرون مرزی هم داشتیم مسابقه؟ نه، تمامش در افغانستان. در داخل افغانستان بود. بیشتر در کدام سبک خودت خیلی خوش هستی، خیلی راحت هستی؟ در سبک کشتی. کشتی، آفرین. کشتی هم کار کردی، یعنی پیش از اینکه رو بیاری برشتی ام ام ای کشتی هم بله کار کردی؟ بله، من 3 سال کشتی هم کار کردیم. ماشاءالله ماشاءالله. مزمل جان، خودت به عنوان یک نوجوان خود بر ما بگو که یک کشتیگیر خوب چی ویژگی ها میتونه داشته باشه؟ یک کشتیگیر باید فیزیک بالا داشته باشه. آفرین. قدرت بدنیش بالا باشه. بالا باشه. بله. آها، تکنیک بالا داشته باشه. تکنیک. تکنیک بالا داشته باشه. آفرین، ماشاءالله ماشاءالله. مسابقه بعدی چه وقت است مزمل جان؟ بعد از ایت. بعد از ایت بخیر. چقدر آمادگی ها گرفتی تحت نظر استاد؟ آمادگی آمده گرفتیم. که انشالله بتونی پیروز شوی در اون مسابقه. حریفت کی است، مشخص شده یا نه؟ نه، تا بال مشخص نشده. مسابقه در کدام سازمان است؟ سازمان LFC. LFC در داخل افغانستان؟ بله. در ولایت کابل برگزار میشه؟ بله. بسیار خوب، بسیار خوب. جناب استاد، بیاین در رابطه با شاگردایتان بگوین شور و شوق علاقمندی جوانان امروزه در شرایط فعلی چگونه است به ورزش؟ شاید خودتان هم ببینید که الحمدلله شکر ورزش MMA شکر رو به زبان ها است. بله، سر زبان های مردم است، چون که یک رشته آزاد است و زیادتری در افغانستان علاقمند زیاد داره ورزش MMA.
چون که یک ورزش آزاد است یک ذره خشن است. خشن است بله. بچه‌های جنگجو میتونه که رشته رو خوبتر بهتر پیش ببره. ما باز الحمدلله شکر فایترهای بسیار زیاد دارم. بسیار زیاد مشتبه پنشیری یک فایتر خوبی است که فعلا هم قیقی از فایترهای ایران رود جمعه بخی دیرات مسابقه دارم در سازمان بی اف سی. مشتبه توکلی، مشتبه پنشیری، عطاولا قاضی خانی، آمد مشهور به گرگ سفید که فعلا یک مدت یک دوم میشه که به کشور امریکا و سر برده. خب یک فایتر نامی نشین مزمل جان نیازی میلاد دروازی، اینی کسایی است که فایترهای شاگردای ما است که با فایترهای بیرون مرزی با کشورهای مختلف با فایترهای بسیار نامدار ریکوردان مبارزه کرده، چپ از اینکه در افغانستان شهرت برنامه بالا دارن. بله فعلا استاد چقدر شاگرد دارین شما و کدام تایما تمرین میتین؟ من فعلا ما دو کلاب دارم، اش نمایندگی که دو تاش خودم پیش میبرم، تاق دیگه هستم رو دو جفت دیگهش دیگه دروغوی نشیم گردان باشه بیش از 300 شاگرد دارم. ماشاءالله ماشاءالله بیشتر از 300 ورزشکار تحت نظر شما تمرین میکنه. بله در تایمای مختلف مثلا روزای تاق دیگه کلاب هستم، روزای جفت دیگهش تایم دارم، صبح دیگر شام خفتن. تایمایی که فایترهای آماده که به مسابقات بیرون مرزی یا داخلی می داشته باشه باز تایمای خاص بر از اونها دارم. بله استاد تمرینات خاصتان چگونه است؟ یعنی فشرده و ثقیل است یا خیر؟ بله تمرینات خاص ما، تمرینات خاص هم به چند نوع است. یک کسی است که مثلا میخواد وزن کم کنه، تمرین خاص برش داریم. یک کسی میخواد که آمادگی به مسابقه بگیره، برای اونم تمرین خاص داریم. دیگه باز برنامه های تمرینشان، برنامه های غذایشان از این دو تا فرق میکنه. فرق میداشته باشه. بله. استاد شما خودتان هم مربی هستین، استاد هستین. یک استاد و یک مربی خوب چی ویژگی ها داره؟ یک استاد یک مربی خوب در اول خمای شما الحمدلله شکر بلط و پروردگار است که مسلمان هستیم. بله. یک مسلمان باشه که مسلمان واقعی و در زم یک مربی تجربه کار باشه، خصوصا از رشته فری فایت مبارزات آزاد رشته مختلف کار کرده باشه، دستاورد داشته باشه در رشته مختلف، آگاهی داشته باشه، اخلاق خوب داشته باشه، تحصیل مهم است، تحصیل داشته باشه و سمینارهای مربیگری را خوانده باشه، سمینارهای تریننگهای داوری را خوانده باشه از فدراسیون و ورشگاه رزمی از سبکای مختلف تا بتونه یک شاگرد یا یک فرد سالم خوب، یک فایتر خوب و جامعه تقدیم بکنه. ده. اگر یک کسی که مقصد یک 4 روز ورزش کرده باشه او بره مربیگری کنه، کلاب جور کنه، تجربه رشته های مختلف نداشته باشه، یک گذشته خوب در وطن در ورزش نداشته باشه، او هیچ وقت نمیتونه که یک فایتر و یک ورزشکار خوب به جامعه تقدیم کنه. بدون شک یک مربی خوب نمیتونه، یک مربی خوب ویژگی هایش همین ویژگی هایی است که شما یاد کردین و ما میتونیم برای او از هموطنان ما که میخواین در رشته ورزشی تمرین کنن الگوی خوب شخص شما را برشان پیشنهاد کنیم. بخیر سلامت باشین جناب استاد. مزمل جان اهداف پلان های آینده چی است؟ هدف آینده می است که من در سازمان های بالای خارجی فایت کنم با مردم های مشهور، با مبارزین خارجی در سازمان های خارجی. بشک بشک. و الگوی خودت کی است؟ در رشته ورزشی استادم است. بله در داخل افغانستان استادتان، از بیرون از افغانستان الگوی کی است؟ الگوی نداری؟ دارم خبیب. ماشاءالله ماشاءالله. برات آرزوی موفقیت دارم مزمل جان، انشاءالله که بتونی در تمام مسابقات حالا چی ملی بین المللی یا داخل افغانستان مسابقاتی که برگزار میشه پیروز و سربلند باشی. زنده باشی. سلامت باشی. جناب استاد خیلی تشکر، شما سلامت باشین. به عنوان صحبت های اخیر میخوایم از شما بشنوم، یک توصیه کنین به اوید از جوانان ما که ورزشکار نیستند، ورزش دوست ندارند و رو میارن به مواد مخدر و موارد که واقعا به صحتشان مضر است. بخیر سلامت باشید. در تقسیم اوقات زندگی هر انسان، هر شخص باید یک تقسیم اوقاتش ورزش باشه، چون ورزش زمان صحت و سلامتی هر انسانی است. مگه عقل سلیم در بدن سالم است. جوانا، ما خواهشم از جوانا می است که بگذری از عمل، بگذری از مواد مخدر، از بعض مواردهایی که باعث خرابی دنیا و آخرت تون میشه، بیای ورزش کنه. با اینه که تو بگوی والا ما یک فایتر شده نمیتونم، صحتمندی، تندرستی، جانجوری، جان نگاه کردن خودش یک بزرگترین قهرمانی است. بیای ورزش کنی. از بزرگایم خواهش ما اینه است که ورزشکارا جوانای خود را تشویق کنه، کسایی که رو به ورزش رو به قهرمانی است تشویقش کنه، حمایتش کنه تا بتونه یک دستاورد خوب از کشورهای خارجی داشته باشه و جوانای دیگر هم تشویق کنه و بیرق پرچم بالا کنه. یک توصیه
بسیار مهم است با کسایی که میخواد یک فایتر شوه در آینده یک ورزشکار خوب باشه، کوشششان دهی باشه، کوششان دهی بگراون یک مربی را خوانده بعدن مراجعه کنند به مربی، چون که در فعلا از مربی تجربه کار کرده جناب مربی های زبان بسیار زیاد شده. این خودش یک خیانت است به نسل جوان، خودش یک خیانت است به نسل کسایی که میخواد یک دستاورد، یک افتخار از کشورهای بیرون مرزی داشته باشه. مربی تونه یک مربی خوب انتخاب کنه تا شما بتونید به هدفتون برسید. میخوایم من به صحبت های شما اضافه کنم که اخلاق هم در ورزش خیلی مهم است، که اخلاق باید از یک ورزشکار رشته ام ام ای جدا از اینکه در این رشته فعالیت میکنه، تمام رشته های ورزشی باید از اخلاق ورزشی را مراعات کنند و هیچ گاهی از ورزش خود سوء استفاده نکنه. و خیلی تشکر جناب استاد، شما سلامت باشین. به شما همچنان آرزوی موفقیت دارم. تشکر، بخیر، سلامت باشین. وطنداران عزیز، یک رفت و برگشت کوتاه داریم، در ادامه با همکارم آرزو جان باشین. من هم از بنابه خود از شما خداحافظی میکنم تا اینکه فردا رأس ساعت 7 در برنامه گلبانک به طور مستقیم و زنده در خدمت شما حاضر میشیم. شما را به الله منان میسپارم.